دهم اردیبهشت ماه 1395 خورشیدی و 29 آوریل 2016 میلادی. امروز دور دوم انتخابات مجلس برگزار شد. مجلس شورای اسلامی ایران عملا چه کار است در نظام جمهوری اسلامی ایران؟ چقدر تقلب شده تو همین انتخاباتی که با رد کم سابقه صلاحیت ها کسایی رو که خواستن معرفی کردن تا بعد دست تو رعیا نبرن و باز متهم نشن به تقلب، ولی بردن، یعنی دست بردن. حالا به این موضوع میپردازیم امشب و چند نکته دیگه البته در پیرامون همین موضوع، که یکیشو اجازه بدین همین الان عرض کنم خدمتون قبل از شروع برنامه. یادتونه یه موقع تو پرده آخر از سیمای جمهوری اسلامی یه تیکه فیلم پخش کردیم که میگفت خامنه ای چقدر در ایران بین مردم محبوبه؟ ببینین آدم هایی که دور و برتون هستن توی اسلام، در اسلام کیو بیشتر از همه دوست دارین؟ رهبر ما آقای خامنه ای. آقای خامنه ای به نظر من، به نظر من جانشستین از ایم احمدی تا ایم احمدی میاد، این داره رنج داره میکشه برا ما آقای خامنه ای. با احترام متاسفم من ندیدم مردم درست احترام میده به آقای خامنه ای. بله، حالا تو خارج از ایران، مال داخل ایران بود، تو خارج از ایران هم یه نمونه عرض کنم خدمتتون. این کتاب، کتاب درسی جامعه شناسی کلاس هفتم تا نهم دبیرستانهای سوئد، یعنی رده سنی 11 ساله تا 13 ساله. این جلد کتابه، دو صفحه این کتاب درسی درباره مفهوم دیکتاتوره که برای اینکه بچه مدرسه یا بفهمن دیکتاتوری یعنی چی و دیکتاتور کیه، دو تا نمونه بارز آورده که روشن‌تر از بقیه هست وضعیتشون در این زمینه. علی خامنه‌ای و الکساندر لوکاشنکو. لوکاشنکو 13-14 سال رئیس جمهور بلاروس و خب خیلی ازش انتقاد میشه به دلیل سرکوب خشن حقوق بشر. علی خامنه‌ای که بله تو این کتاب درسی زیر عکس خامنه ای نوشته بالاترین رئیس حکومت ایران، رهبر روحانی کشور، فرمانده کل نیروهای نظامی و بسیج، مادام العمر. این دو صفحه‌ای که دیدین شما دیگه. خیلی انصافا آدم باید زحمت بکشه تا هم در داخل کشورش و هم در خارج از کشور بین نسل‌های نوجوان و جوونی که از ایرانی نیستن، بچه‌های مدرسه و اینا، اینقدر محبوب باشه. خیلی نیست تعداد این آدم‌ها. قبل از اینکه بریم سراغ انتخابات، یه مکسی بکنیم روی یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی ایران. اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. خب بعد بودجه رو میدن دست دولت که بره هر جوری میخواد خرج کنه. قانون خودشون میگه بر اساس اصل 54 و 55 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب سالانه قانون بودجه کل کشور، نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارد. این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می‌گیرد. دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. دیوان حساب‌ها و اسناد و مدارک مالی مربوط به همه خرج‌های دولت از بودجه کشور را جمع‌آوری می‌کند و هر سال گزارش نظارت خود را به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید به طریق مقتضی در دسترس عموم مردم گذاشته شود. اصل 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی که البته هیچ وقت طرق مقتضی هموار نمی شود برای اینکه مردم گزارش چگونگی خرج شدن بودجه سالانه کشور را بدونند. باری این قانون خودش در همین چارچوب کافی است که قانونا نشون بده همه دزدیا و بالا کشیدن و گم شدن و هر چی تو این دولت و دولت قبلی اتفاق افتاده از نظر مالی، مجلس هم مستقیما مسئولشه. عامل این مسئولیت کیه؟
دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و رئیسش هم مجلس تعیین میکنه. تو دو دوره دولت احمدی نژاد رئیس دیوان محاسبات کشور آقای رحمانی فضلی بود که الان وزیر کشور دولت روحانی است. تو دوره اول احمدی نژاد 108 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشته شد. تو دوره دوم احمدی نژاد فقط در یک سال 46 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشته شد. دو دولت احمدی نژاد بیشترین درآمد ارزی رو در تمام طول تاریخ ایران داشتن. سال 92 توکلی میاد تو مجلس میگه حساب ذخیره ارزی جارو شد. گفتم تو دو دوره مجلس دوره احمدی نژاد رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور بود. از وقتی روحانی شد رئیس جمهور دیدین دیگه چقدر دولت روحانی از بالا تا پایینش دارن درباره دزدی‌های دوره احمدی نژاد میگن. یکی از مهمترین وزرای همین دولت تو اون دوره که شما یقشو گرفتین رئیس مرکزی بوده است که باید از دزدی‌های دولت به مجلس حساب پس میداده. آقای رحمانی فضلی کو مجلس کجا ازش حساب رسی کرد؟ کجاست معاون آقای رحمانی فضلی، آقای امیر حسین رحیمی که حالا رئیس دیوان محاسبات کشوره؟ تو دوره احمدی نژاد هم معاون رحمانی فضلی تو دیوان محاسبات بود، دادستان دیوان محاسبات تشریف داشتن، ایشون قبلش هم رئیس دادگاه انقلاب تهران بود. نه صدای اینا در اومد، نه مجلس یقه اینا رو گرفت که آقا چی شد این اصل 54 و 55 قانون اساسی که باید نظارت کند بر دخل و خرج دولت از طریق دیوان محاسبات کشور. این تابلو دیگه نشون میده لااقل تو همین ماجرای مهم این چند ساله، یعنی اختلاس و غارت اموال عمومی، ارتشا و تمام این داد، ببینید مجلس احمدی نژادی و دولت روحانی چقدر تو دل همن. اینه چرخه حکومتی که فساد از سر و کولش بالا میره. کدوم مجلس، کدوم مسئولیت؟ مگه مهمترین مسئولیت مجلس مثلا تو دوره دوم احمدی نژاد که دیگه همه چیزم همه دزدی و غارتام رو شده بود گزارش دادن از فساد دولت و اختلاس نبود؟ قبل از رحمانی فضلی هم، یعنی تو همون مجلس هفتم، این جناب محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور بود که بعد شد معاون احمدی نژاد و به جرم ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع افتاده زندان. یعنی میرن عد دوزار رو میذارن به کار دوزگیری، اون وقت میگن چرا مشکل فعلی حکومت شده فساد اقتصادی. همه تون ظاهرن اینجوری هستین، یه عدتون حالا به هر حساب کتابی فاش میکنین میندازین حتی زندان. اکثرتون هم که همینجوری دور مجلس دولت دارین میچرخین، دولت ها، این دولت و اون دولت، همین چرخه دزدی و غارت ادامه داره. هر چهار سال یه بارم مردم رو جمع میکنین که بهتون رأی بده. دیویست و نوت تا داره نماینده مجلس شورای اسلامی. تو دور اول انتخابات تکلیف حدود 222 نماینده مشخص شد، 68 هم تو این دور دوم میرن تو مجلس. آقای محمد رضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان میگوید 86 نفر از منتخبان مجلس دهم اصلاح طلبند و 125 منتخب حامی دولت حسن روحانی. اصلاح طلب و دوروبری های روحانی و هاشمی رفسنجانی آمدن ائتلاف امید رو درست کردند که محمد خاتمی هم رفت پشتش. اینا تو تهران یه لیست 30 نفره دادن، میدونین دیگه، تو دور اول برای مجلس شورای اسلامی و به مردم متنفر از خامنه ای یا هر کی مورد حمایت اوز گفتن به این لیست، به این دوتا لیست رأی بدین، این لیست و بعد لیست مجلس خبرگان که حالا میگم، به اینا رأی بدین بدون کم و کاس اگر میخواین آدمای خامنه ای نرن مجلس. مردم هم رفتن رأی دادن، دیدین دیگه. از لیست اصولگراها یک نفر حتی حداد عادل پدرزن مجتبی خامنه‌ای هم رأی نیاورد. همه اون سیتایی که اون ائتلاف امید و اصلاح طلب گفته بودن رأی آوردن. خب به همین مردم گفتن به فهرست 16 نفره‌ای رأی بدین برای مجلس خبرگان که ما میگیم، اگه میخواین آدمای مستقیم خامنه‌ای نرن تو خبرگان این دفعه، یعنی یزدی و جنتی و مصباح یزدی. ملت هم رفتن به همون لیست رأی دادن. نتیجه این شد که دو تا از اون سه نفر درجا حذف شدن، یزدی و مصباح. جنتی رو هم اعلام کردن که شده 16 هم تو 16 نفر. بعد گفتن البته دقت کردیم جنتی شده 11 هم، گذاشتنش 11 هم منتشر کردن. یعنی به هر حال حذف نشد از این دوره خبرگان.
ولی خب قضیه خیلی مشکوک بلکه روشن است. ببینین داستان اینه، توی 16 نفر آیت الله سجادی نفر 11 همه، همونی رو که بعدن جنتی رو گذاشتن جاش، ایشون نفر 11 همه تو اون لیست. مردم میرن لیستی رأی میدن، خب شماره های 12 و 13 و 14 و 15 رأی میارن، ولی سجادی رأی نمیاره. مردم سجادی رو میشناسن، شما میشناسینش، خیلی هاشونه کسی تا حالا شاید اسمشون هم نشنیده باشه. واسه همین هم اومدن اوغلای قوم اصلاح طلب و امیدوار اینا رو گذاشتن توی لیست و گفتن به اینا رأی بدین تا یزدی و مصباح و جنتی نرن تو مجلس خبرگان، تا شاید رفسنجانی رو بشه علم کرد جلو خامنه ای. مجلس خبرگان هم بسیار مهمه. اونا اومدن یه نفر رو از این لیست در آوردن، آقای خامنه ای اطرافشون دیگه حتما چه میدونم، در آوردن جنتی رو گذاشتن جاش. چه دلیل دیگه ای میتونه داشته باشه؟ فهرست 16 نفری نفر 11 همش آیت الله سجادی باشه، تو فهرست دیگه اصلاح طلبام نفر هفتم باشه، آدمای بعد از اون توی فهرست رأی بیارن، ولی آقای سجادی رأی نیاره، رأی هم به فهرست بوده، جز اینکه تقلبی سجادی رو حذف کرده باشن تا جنتی رو بتونن بذارن تو، احتمال دیگه ای میشود داد. حکومتی که انتخابات 84 88 رو ازش دیدین و از همه بارستر، وقتی خامنه ای میاد با همه هوشمندیش واقعا فاش میکنه که چقدر براش آدمای مثل یزدی و مصباح مهمن و چقدر رقباش دقیق به هدف زدن. بعضی از بزرگان ما هستند که اینها رأی آوردن و نیاوردنشون هیچ مساسی به شخصیت اینها پیدا نمیکنه. بعضی هستن که مجلس خبرگان از حضور اونها بهرمند می شود، نه اونها از حضور در مجلس خبرگان. امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح، اینها کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند مجلس وزانت بیشتری پیدا می کند. نبودن اینها در مجلس خبرگان به اینها هیچ گونه ضرری نمی زنه. بله، برای مجلس خبرگان این خسارت است نبودن اینا. بله، به هر حال جنتی رو گذاشتنش تو که لااقل یکی رو داشته باشم از این سه نفر. و البته ارزیابیش کنم احتمالا این است که وقتی خامنه ای از دنیا بره جنتی هنوز زنده است. به هر حال خیلی مهمه این دوره خبرگان، میدونید دیگه، خامنه ای هم گفت من توی این 8 سال آینده ممکن بمیرم و به هر حال نقش رهبر در حکومت دیکتاتوری تک نفره بسیار بسیار اهمیت داره. انتخابات امسال از نظر آماری حضور مردم که رسما اعلام شده دو ویژگی داشت. یکی تنها انتخاباتی بود تو همه عمر جمهوری اسلامی که تعداد رأی دهنده ها به نامزدهای خبرگان بیش از تعداد رأی دهنده ها به نامزدهای مجلس شورای اسلامی در تهران بود، حدود 1 میلیون بیشتر بود. وگرنه خبرگان رو که مردم قبلا اصلا نمیشد که اصلا میرفتن سراغ خبرگان. این بار رای دهنده های تهرانی بیشتر رفتن سراغ خبرگان تا مجلس شورای اسلام. احتمال درس کردم مرگ خامنه ای و نظام دیکتاتوری فردی همینه دیگه، و مردم هم هی میگن دنبال رو میفتن دنبال این اون، میفهمن دیگه که آقا گره اصلی کجاست. دوم اینه که اصولا درصد رای دهنده ها نسبت به دوره های پیش در مجموع درصد بالایی بوده، کلی هم موضوع جدی شده برای بعضیا. همین پریروز تو دانشگاه تبریز، بزنین من قبل از اینکه این فیلم دعوای دانشگاه تبریز رو براتون بگم، خبری که همین امروز منتشر شد و خدمتتون عرض کنم که تیراندازی شده است تو یکی از در ممسنی، تو یکی از بله در منطقه ممسنی فارس، واکنش طرفداران کاندیداها از سوی افرادی به افراد دیگر به صورت بی هدف تیراندازی شده است. در این اتفاق 4 نفر از افراد عادی مجروح و به بیمارستان انتقال داده شدند و فلان فلان فلان. این که میگم برای بعضی جدی، حالا صحبت میکنیم در این باره. ببینین توی تبریز هم پریروز تو دانشگاه تبریز ظاهرا جلسه سخنرانی یکی از نامزدهای مجلس بود، بعد قضیه اینجوری شد.
بله، در این شکی نیست که رقابت بر سر قدرت واقعیت است در مجموعه هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بین بالایی، ولی مردمی که اینجوری تو سر و کله هم میزنن با یکی از این جناها میخوان پیوند داشته باشن، چه شناختی از مسئولیت و حقوق خودشون دارن؟ آقای ابوالحسن بنی سعد در خدمتشون هستیم، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران. آقای بنی سعد خوش آمدید به امشب صفحه آخر. ما صدای آقای دکتر بنی سعد رو هنوز نداریم، نمیدونم، حالا من ازتون سوال میکنم، امیدوارم صدای بنده. بله بله، درود بر شما، صداتون آمد، بسیار خوب. آقای بنی سعد، حق من این فیلمو تلاش کردم که نشون بدیم و دوستان لطف کردن که اون قسمت‌های قبلیش هم نشون دادن، برای اینکه بیایم سر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در چارچوب این نظام، که این چیزی که مردم تو سر کله هم میزنن چقدر معنا میده. اصولا این حق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، واقعا معنایی داره در چارچوب نظام ولایت مطلقه فقیه؟ عرض کنم به شما، اصلا انتخاب کردن و انتخاب شدن حق نیست، وسیله اعمال حق است. حق، حق حاکمیت است که هر شهروند در این حق شرکت داره. اونهایی که بانی دموکراسی بودن در غرب حق رو قابل انتقال نمیدونستن، در واقع هم نیست، مثل روسو. و سه دسته انتقاد وارد شد بر دموکراسی، بر اصل انتخاب. یکی رو همون روسو، فیلسوف سوئیسی که در فرانسه بود، و عرض کنم که یکی مارکس، یکی هم آنارشیستان. 16 تا انتقاد اینا وارد کردن. حالا ما همین هایی که وقت نداریم به همین ها برسیم، اما خلاصش اینه، میگوین شما مردم وقتی میروید پای صندوق، رأی که میاندازید تو صندوق و نماینده انتخاب میکنید، خود رو از حق حاکمیت محروم میکنید و یک کسانی رو انتخاب میکنید که اینا میشن ارباب شما و صاحب اختیار شما. این انتقادها بی تأثیر نبود در غرب، خصوصا انتقادهای مارکس، که یک جمله هم داره، میگه که این جامعه رو در واقع جامعه یک مثل یک لانه تصور کنید که روباه و مرغ با همن، اون که سرمایه دار است و میبرد با اون که کارگر است و میدهد، اینا هر دو در یک موقعیت نیستن که شما بگید که این هر شهروند صورتاً حق برابر دارن، اما پای صندوق که میروند برابر ندارن. اون اقلیت در واقع نمایندگان خود رو تحمیل میکنه. از این جهت هم لابد شنیدید فراوان که مارکس این دموکراسی رو دیکتاتوری بورژوازی میخواد. به هر حال اون انتقادها اثر گذاشت. اثرش چی بود؟ اثرش همینه که الان هم شما در امریکا انتخابات ریاست جمهوری در همین سال هستیم، در فرانسه و جاهای دیگه اروپا اینجوره، نامزدها یک برنامه پیشنهاد میکنن، فرض اینه که اکثریت رأی میدهد به اون برنامه، یعنی تصمیم رو اکثریت میگیرد که اون به اصطلاح یه مقداری تأمین شده باشه نظر انتقاد کننده ها. و اونهایی که انتخاب میشون کارشون اجرای تصمیم اکثریته. مجلس قانون وضع میکنه برای اجرای اون تصمیم، قوه مجریه هم اون قانون رو اجرا میکنه تا تصمیم اکثریت به اجرا در بیاد. اقلیت هم کار نظارت خودش انجام میده. بنابراین در هیچ جا، بله میشه گفت به عنوان وسیله، چون حاکمیت حقه، وسیلهش هم حقه، ولی خود به خود حقی نیست. حق اون حاکمیت هست که هر شهروند داره، به ترتیبی که گفتم، تازه به اون هم
که بر وقتی میده بر اصل دموکراسی، بر اصل انتخاب، ایراد وارد است که اون حق شهروندان ازش برخوردار نمیشود. حالا پیشنهاد دموکراسی مشارکتی و این چیزا. حالا اگر بخوایم آقای دکتر بخوایم بیاریمش تو ایران در چارچوب نظام ولایت فقیه، این مسئولیت به فرمایش شما چه معنایی داره؟ چه جوری محقق میشه؟ چه ارتباطی دارد با حق حاکمیت؟ اصلا حالا در ایران انسان ایرانی نه حقوق هر کشوری، مردم هر کشوری 4 دسته حقوق دارن. حقوق انسان هر فرد داره، حقوق شهروندی هر فرد داره، حقوق ملی جامعه داره و اعضای اون جامعه، حقوق جهانی به عنوان عضو جامعه جهانی که موضوع حقوق بین المللی است. این 4 دسته حقوقه. مردم ایران حقوق انسان که برخوردار نیستن. حقوق شهروندی هم این آقای روحانی قرار بود یه لایحه تهیه کنه که هیچی از حقوق انسان توش نبود، تازه اونم به جایی نرسید. حقوق ملی هم که میبینید این برجام است و این وضعیت کشور است و که روشنه، حالا چیزی از اون مردم ازش برخورد. حقوق ایران در جهان هم که اصلا حرفش نزنیم. شما الان در خلیج فارس این کشورهای همسایه اون ثروت مشا رو، منابع نفت و گاز مشا رو میبرن و ایران این رژیم توانایی این که بگه به اونها بگو آقا سهم من کو هم ندارد. حالا در دریای مازندران میبرن، عرض کنم به شما روس میبره، چین میبره، اینور میبره، اونور میبره. خب یک ولایت مطلقه فقیه هم داریم که این شما در اون صحبت که راجع به اختیارات مجلس کردید این رو باید اضافه کرد بر اون صحبت شما که این ولایت مطلقه فقیه امر و نهیش رو اون مجلس باید اجرا کند، چنان که همین آقای کروبی رئیس مجلس بود، آقای خامنه‌ای به او نامه نوشت که لایحه مطبوعات رو طرح نکنید، او هم طبق حکم حکومتی طرح نکرد. پس این مجلس استقلالی هیچ ندارد. اون مردم هم حق حاکمیت شده قبلا ازشون گرفتن، دادن به آقای رهبر که ایشون شده مطلق هم هست، حاکمیتش مطلقه، شهروندان این حاکمیت مطلق ندارن ولی ایشون داره. پس کسی که میرود پای صندوق این فاقد حق حاکمیت است که میرود رأی میدهد به کی؟ به کسانی که اینها باید وسیله کار آقای رهبر باشند، دستیار ایشون باشند. وقتی مربوط به مجلس به اصطلاح شورای اسلامی است، وقتی مربوط به مجلس خبرگانه، اونا باید رهبر بعدی رو کشف بکنن، یه مطلقه دیگری رو کشف بکنن، چون فرض این است که این رهبر انتخاب نمی شود، اینو خدا برگزیده، آقایان کشف میکنن. این یه عده کاشف مردم رأی میدن، یه عده کاشف بروند این رهبر. اونا کاشفا کیان؟ جنایتکارهای تراز اول، فاسدهای تراز اول، خائنهای تراز اول که این دفعه رفتن تو این مجلس که اینا باید کشف کنن رهبری را خدا به اصطلاح آقایان برگزیده. بنابراین خب یک ملت فاقد حق حاکمیت میره پای صندوق. خب این خب یک تحقیر است. خب ببینید آنچه که در واقعیت میبینیم اتفاق داره میفته، هر اسمی روش بذاریم، و اجازه بدید یه تیکه از صحبت آقای خامنه‌ای رو پخش بکنیم که در پیوند با همین حضور مردم و معنایی که ایشون میکنه از حضور مردم در انتخابات. انتخابات امسال انتخابات بسیار پرمعنا و مهمی بود. این خیلی با ارزشه، خیلی با اهمیت. مردم حقیقتا خوش درخشیدند. این حضور مردمی خیلی معنادار است. مردم به معنای واقعی کلمه اعتماد خودشون رو به نظام اسلامی نشان دادند
و عملاً ثابت کردند. آقای دکتر بنی صدر، اعتماد مردم به نظام، آقای خامنه‌ای میگه که درصد در واقع حضور مردم پای صندوق‌های رأی نشون میده که اعتماد مردم بالاست. حالا این اعتماد میتونه آگاهانه باشه، میتونه کورکورانه باشه. آیا موافقین با این ارزیابی آقای خامنه‌ای؟ والا ایشون متاسفانه دروغ را این آقایان واجب میدونن. خب آقا ولایت مطلقه هم داره که دیگه خدا هم نمیتونه بگه چرا دروغ میگی. برای اینکه این انتخابات حالا تقلبات به جای خود که انجام گرفته، همین آرایی که داده شده، گفتن رأی سلبی، شما هم در مقدمه توضیح دادید، رأی سلبی، بیاد رأی سلبی بدید، برای اینکه اونایی که نزدیکن به آقای خامنه‌ای نرن به مجلس. پس آقای جنتی رو که ایشون به اصطلاح از کسانی بوده که نزدیک به آقای خامنه‌ای بوده و از راه مصالحه دو طرف رفته جز اون 16 نفر شده، ملاک بگیریم، رأی ایشون نسبت به تعداد کسانی که در شهر تهران، من اینجا یه اصلاح هم بکنم، اون چه شما گفتید که در خبرگان بیشتر از مجلس رأی دادن، اینطور نیست، برای اینکه اون در استان تهران خبرگان 8,470,000 حق رأی دارن، در خود تهران 6,600,000 حق رأی دارن. حالا آقای جنتی در شهر، در استان تهران 16% رأی داره که مقداری چون با بقیه اون سلبی ها اشتراک داشته دیگه، وگرنه که جزء اون 16 نفر نمیشد. اشتراکش شما 5% فرض کنید میشه 11%. این آقای خامنه ای تو استان تهران طرفدار داره 11%. برای ایشون یه فاجعه است از این نظر. از یه جهت دیگه ایشون برد کرده از باب اینکه مجلس خبرگان مطلوب خودشو به دست آورده از راه مهندسی که انجام دادن. اما از لحاظ اینکه مردم چی گفتن، مردم چه اونایی که تحریم کردن که معلومه که نسبت به ایشون چه نظر دارن، اونهایی که رأی رفتن تو مجلس حدود 10% رأی باطل است، اونا رو کنار بگذارید، باقی که میمونه از این باقی این طرفدار ایشون اینقدر رأی داره، 11% رأی داره. یعنی در واقع مخالفین یا منتقدین رو میذاره به حساب اعتماد به حساب خودش. تازه اونهایی هم که، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که نفر اوله، با ایشون رأیشون رو جمع کنی، من 5% گفتم اشتراک، ولی برای اینکه اون آقا جزء لیست باشه قطعا خیلی باید بیشتر از این مشترک باشه با رأیش با بقیه. ولی خب چرا اون آقای یزدی میره از لیست بیرون، ایشون میمونه، پس باید خیلی برای ایشون رأی نوشته باشن دیگه که 11 رو بندازن بیرون، این آقا رو بزنن جاش. حالا من 5% حساب کردم، این دوتایی روی هم 37% میشن، دوتا نفر اول ها، یکی از لیست این طرف آقای جنتی، یکی از لیست اون طرف آقای هاشمی رفسنجانی، دوتایی 37% هن. یعنی هنوز اینها در جامعه ایرانی یک اقلیت 1/3 هستن، کمی بیشتر از 1/3. 63% نمیخواهن این باشه، نمیخواهن اون باشه، میخواهن کشور باشن، کشور آزاد مستقل باشن، مردم شهروند به حساب بیان، تحقیر نشون، کشور مالشون باشه. الان همینجور هر روز بحثه که برجام خوبه، برجام بد است. خود این مردمی که این بلاها سرشون میاد اصلا کسی به اینا میگه که این اصلا چی هست که خوبه یا بد؟ آقای دکتر، این مردم نمیخوان اینو. اشاره های فرمودین شما، این انتخابات روشن گفتند، خیلی این انتخابات، آقا یک قسمت از حرف ایشون درسته، یک انتخابات خیلی روشنتری بود و خیلی روشن و واضح معلوم شد که مردم ایران میخوان سر به تن ولایت مطلقه فقید نباشد. حالا ایشون
مغضوبیت هم اضافه کنید ببین چه خبر میشه. بله ببینید آقای منصور، یکی از چیزهایی که اشاره کردین شما به مهندسی و تقلب و اینا، یکی از چیزهایی که خیلی سر صدا کرد بعد از دور اول انتخابات مجلس شورای اصفهانی باطل کردن رأی اصفهانیا بود. مینو خالقی به عنوان نفر سوم اصفهان انتخاب میشه و اعلام میشه به عنوان نماینده منتخب، بعد شورای نگهبان میگه رأی ها به مینو خالقی باطل چون من نمیخوام بره تو مجلس. دلیل هیچی به مردم اعلام نمیشه، فقط وزیر کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات میگه نامه نوشته به شورای نگهبان و نظر وزارت کشور که متفاوت است از نظر شورای نگهبان در این باره برای شورای نگهبان فرستاده. شورای نگهبان هم که از این بیدا نیست که از اون بادا بلرز. جناب آقای حسن روحانی هم دیروز پنجشنبه مثل همیشه، نه مثل همیشه انصافاً، به هر حال بدون اشاره به اصفهان گفت دیگه وقتی انتخابات تموم شد شورای نگهبان نباید وارد بشه. اینو رو توییتش هم گذاشته امروز، حالا ببینیم برمیگه. بعد از رأی مردم و صحت انتخابات مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه، هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه. خب همین واقعا دیگه تندترین برخورد بود با این قضیه. آقای بنی صدر، آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در چارچوب قانون چه میتوانست بکند؟ برای مثال در همین مورد خاص به جز شعار دادن و حرف زدن و اینا. عرض کنم به شما این که میگوید هیچ نهادی نمیتوانه بکنه حرف صحیحه. خب شما آقای شورای نگهبان صلاحیت این قانون رو تصویب کردی، نامزد شده، رأی دادن، ایشون شده نماینده، حالا آمدی میگه من یک دلایلی گیر من آمد فهمیدم این نداشته این صلاحیت رو. این بعد از وقوعه، اون دلایل شما بدی باید بدی به مجلس، مجلس به اعتبارنامه او رسیدگی کنه، اگر دلایل رو وارد دید بگوید که این اعتبارنامه‌شو باطل کنه. اما شما حق نداری که به عنوان شورای نگهبان سر به صلاحیت بکنی و بگی ایشون نماینده نیست. شما جانشین رأی مردم هم شدی؟ تا حالا که قیم بودی میگی کی باید به کی رأی بدن؟ حالا اون قیمومیت تمام کردی میگه برفرضم که رأی بدید من اگر گفتم رأیتون باطل باطل. یه چیز عجیب غریبی این. آقای دکتر عملا چه؟ بله بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. عملا بله، ایشون باید وزارت کشور میباید ایشون رو به عنوان نماینده معرفی کنه به مجلس و اون خانم برود به مجلس، پرونده انتخابیش هم بفرسته مجلس، مجلس هم رسیدگی کنه. چیز کاری که هر وزیر کشوری باید این انجام بده. چیزی دو تا چارتاییست اینکه یک کسی هر وقت از هر کی خوشش نیامد یا قرار بود که در اصفهان یک کسی حذف بشود یک کسی دیگه بیا داخلش داخل بشود، این بردارن یک بهانه های جور کنن و بگن تو حذف. یعنی این چه؟ بله ولی قانونا میفرمایید که بعد از انتخابات همین نکته که به هر حال آقای روحانی میگوید، ولی عملا یعنی میتواند بیسته و این پرونده رو بفرسته به در واقع اسامی منتخبین رو باید بده به مجلس برای اعتبارنامه دیگه. اسم ببره و بگه که ایشون نماینده است و باید بره در مجلس بنشینه، مگر اینکه مجلس اعتبارنامه‌ش رو تصویب نکنه طبق شماره شعارا. ببینید نمونه های هم از تقلب در کردستان و سیستان بلوچستان بود. یه تیکه هایی ببینیم برگرد. مناقشه اینجاست بین آرای آقای اسعد یوسفی و آقای سالار مرادی. طبق آماری که به ما میرسید و دوستان آمارها رو میدادن، آقای اسعد یوسفی نفر سوم بود، یعنی میزان اختلاف آرایی که آقای یوسفی با نفر بعد از خودشون داشتن بسیار فاحش بود و این استش که در واقع اعلام کردن آقای اسعد یوسفی به عنوان نفر چهارم و آقای سالار مرادی نماینده فعلی سند به عنوان نفر سوم، خب این اعتراض خیلی از کاندیداها از جمله خود آقای یوسفی
یوسفی رو به اصطلاح برانگیخته، بهشون شکایتی رو هم تنظیم کردن، اعتراض جدی هم کردن. پرسش ما این است که این آرا چگونه مهندسی شد و جابجا شد در حالی که شواهد و قرائن و آماری که میآمد خلاف این چیزی رو ثابت میکرد که آقایان اومدن یک نفر کاندیدای وابسته به جبهه اصولگرایی رو به حساب عنوان نفر سوم مطرح کردن. تا صبح شنبه خود به اصطلاح استانداری اعلام کرد که اول یار محمدی هست، بعد عزیزیان، که هر دو اینا یک تیم بودن. دقت بکنید در تهران مردم که رفتن رای دادن به همه اون 30 نفر رای دادن، یعنی به لیست 30 نفره رای دادن و اصلا خیلی از مردم اینا رو نمیشناختن. در زاهدان به همین صورت بود، رفتن به این دو نفر رای دادن که شهریاری نیاد. به هر حال این دو نفر جلو بودن تا اینکه تعداد زیادی صندوق آوردن به فرمانداری، حدود 30 تا، تعداد زیادی به اصطلاح مردم آوردن از روستاهای سیستان به زاهدان که ویدیوش هم در اینترنت موجود هست و مدارکش هم موجود است. و روز شنبه اعلام شد که آقای شهریاری انتخاب شده. چرا؟ چون برای حکومت جمهوری اسلامی اینکه یک تنها اصولگرا، فردی که ولایت مدار هست، هم انتخاب بشه و مجلس راه پیدا کنه یک مسئله حیثیتی و امنیتی بود. بله، رهبر معظم تأکید میکند که انتخابات سالم بوده است و هیچ تقلبی در کار نبود. یک خصوصیت دیگری این انتخابات مثل بقیه انتخابات های ما سلامت و امانتداری بود، یعنی انتخابات سالم برگزار شد. درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمنان ما دائما در طول این سالها همواره تبلیغ کردن و این تبلیغ در اوقات انتخابات غالبا شدید شده، با وجود این به حمدالله انتخابات سالم بود و همیشه سالم بوده انتخابات. چی بگه آدم؟ آقای دکتر بنی‌صدر، خب من نمیخوام وقت شما رو بگیرم نه وقت برنامه رو، برای اینکه چقدر میشه اعتماد کرد به این حرف رهبر جمهوری اسلامی، ولی ازتون خواهش میکنم با تکیه به منابع خودتون مواردی از تقلب در انتخابات رو همین دوره اگر بهتون گزارش شده بفرمایید. عرض کنم به شما، اولا تقلب یک مورد خاص نیست که بگیم آرا رو کم ریختن زیاد شمردن و برای این خوندن برای اون نخوندن. اینا خود اول کار مهندسی از شروع می شود، یعنی در شهریور آقای خامنه ای این دستور مهندسی رو داده، از اون وقت تا اسفند این طی مراحل شده. اونایی که باید حذف می شدن که شورای نگهبان حذف کرده، یه عده‌ای هم گذاشته بودن که در این رأی‌گیری اینا حذف شود، اونا هم همینجور انجام شده. این مرحله مهمش این قسمته که حذف‌ها بوده. اما بعد که میاد به آرا، شما توجه بکنید مثلا در این دنیای امروز با وسایل الکترونیکی که هست، سر ساعت 8 انتخابات تمام میشه در فرانسه، اینجور از صبح تا 8 شب، البته شهرهای بزرگ. خب سر همون ساعت 8 میگن که چه تعداد شرکت کردن، البته تمام روز مرتب میگن، وزارت کشور مرتب آمار میده که چه اندازه شرکت کردن. خب معلومه که سر ساعت 8 که میگه این تعداد شرکت کردن، تازه میگه کی برد کی باخت، برنده و بازنده اعلام میکنه. حالا شما در ایران وزارت کشور یک روز بعد گفته که در سطح کشور به 28 میلیون رای دادن. این 28 میلیون بعد شده 32 میلیون، بعد شده 33 میلیون، بعد شده 34 میلیون. در مورد شهر تهران ایشون همون روز اول گفته 2,900,000 رای دادن، اونم آمده رفته رسیده به 3,300,000 و بیشتر. خب این 6 میلیون رای چجوری زایید؟ 28 میلیون، 6 میلیون زایید شد 34 میلیون.
خب حالا ببینیم که از لحاظ زمانی این کار شدنی یا نه. یه محاسبه که انجام دادن با برای که مثلا در تهران باید که یک لیست 30 نفری رو بنویسن و یک لیست 16 نفری با کدهاشون هم وارد کنن. البته اون مثلا وزارت کشور به رای دهندگان گفته که اینا رو قبلا لیستا رو بنویسید یا با خود داشته باشید که اونجا با معطل نکنید به حافظه مراجعه کنید. ولی خب اینا رو باید وارد کنن به اون تعرفه ها. خب شما خودتون بشینید 46 نفر رو با کدهاشون وارد کنید به علاوه زمانی که میبرد این که وارد دفاتر بشود و بندازه رأی در صندوق و بیا بیرون، این چقدر طول میکشه. یک شمارشی که در مورد تهران انجام داده بود خود وزارت کشور، شمارش آرا محاسبه شد، معلوم شد برای هر رأی 2 دقیقه و 30 ثانیه وقت گرفته شده. خب حالا شما حساب کنید که با تعداد صندوق هایی که عرض کنم در تهران بوده 16 ساعت هم مردم مرتب ها هیچ بدونه، آقا صبح تا 2-3 بعد از اون اصلا پرنده پر نمیزنه، از اون به بعد میان رای میدن به اصطلاح میگن مشارکت، خصوص بعد از ساعت 8 که دیگه اونجا دیگه را برای هر گونه تقلب بازه که با از اتوبوس از این حوزه میتوان برد به اون حوزه یک بار و چند باره رای داد. عرض کنم به شما هرگاه اون رو به اصطلاح بر مبنایی که عرض کردم 2-30 حساب کنید، در تهران حد اکثر میتونسته 2 میلیون تا 2 میلیون و 200 هزار رای داده باشه. یعنی قطعاً 1 میلیون و 100 1 میلیون و 200 هزار رای افزوده شده. حالا آقای کروبی سابقاً گفت در همین مجلس ایشون ریاست داشت، گفت که رأس بر این بود که ضرب در 2 چون مردم شرکت مشارکت کم بود برای حفظ حیثیت نظام این تعداد رو ضرب در 2 و گاهی 3 می کردن. یعنی به نسبتی که به اصطلاح نامزدها هر کدوم مال اونا هم ضرب در 2 و 3 می شد و در یک موردی که نشده بود این مشکل ایجاد کرد، مجلس ترکیبش تغییر کرد. مجلس ششم منظورتونه؟ آره نه، مجلس اون در مجلس ششم گفت ولی اون مجلس قبلی بود که این به زیان آقای خمینی خودش هم مداخله کرد. خب این سابقه بوده. حالا شما اگر دقت بکنید یعنی با همین میزان زمان و یک رأی در چقدر زمان این میزان رأی که برای تهران گفته ضریبش میشه 2، با ضریب 2 انجام گرفته حداقل. حالا از اینا اون میزان باطل را هم خارج بکنید این تعداد واقعی رأی دهندگان به دست میاد، اون تعداد معلوم میکنه به اینکه چقدر اولا مردم از این رژیم خوششون میاد و چقدر تحت فشار بد و بدتر اون مدار بد و بدتر. آخه شما به یه مردمی این مثل بچه باش میخواد یه چیز پولی از دستش بگیرن یه خروس خندی بدن دستش، همین رفتار اینا دارن با مردم ایران میکنن. میگه شما برای اینکه به آقای 4 نفر گفتن رأی ندادن، یکیش هم آقای شیخ صادق لاریجانی بود که رأی آورد، 2 تاشون نشدن 2 تاشون شدن، برای اینکه این دو تا بشن نشوند یه مجلس خبرگانش رو سرفته بدید تحویل آقای خامنه ای، بدید پای صندوق که رأی بدید که سلبی باشه. اصل قضیه که اون ولایت مطلقه است از یاد مردم میبرن. خب همین نکته مهمی که بنده میخواستم اضافه بکنم و از خدمتتونم بپرسم نکات دیگری است که درباره همین فهرست اصلاح طلبا مطرحه که مخصوصا برای خبرگان اجازه بدید من یکی دو تا اشاره بکنم. این لیستی که برای مجلس خبرگان دادن و آقای دکتر بنی‌صدر اشاره کردن در واقع نماد دنباله‌روی مردم از هر کسی است که بگه من میخوام از جهنم موجود نجاتت بدم.
و برن مردم میگن نجاتم بده. ببینین تو فهرست 16 نفره که اصلاح طلبا دادن واسه خبرگان، یه عده هستن که جنایتشون برای همه آشکاره، حالا اگه بقیهشون کم و بیش آشکاره اینو کاملا، یکشون مثل آقای محمد ری شهری که در معرفیش در همین صفحه آخر تو برنامه گفتیم که این حاکم شرعی که فقط یه قلم تو پروندهش حکم اعدام 137 افسر ارشد ارتش هست، چجوری نمایندگی BMW رو بالا کشید و تمام موقوفات شابتولزیم دستشه، دست خودش آقای محمد شریعت مداری که معاون اجرایی حسن روحانی است الان. یا یکی دیگه تو همین لیست 16 نفره دوری نجف آبادی که فتوای قتلای حکومتی رو میداد، چند تا قلمش رو سعید امامی فاش کرد وقتی گرفتنش بعد از قتلای زنجیره دهه 70. یا موحدی کرمانی مثلا که میگه صلاحیت علمی کافی نیست، قبولی در امتحان ولایت مهم است، شایستگی نمایندگی در مجلس در تبعیت از مقام معظم رهبری خلاصه میشود. خب اینا میرن تو لیست اصلاح طلب ها، بعد مردم میرن به همین لیست رأی میدن، خوشحالم هستن که رأی سلبی دادیم، سلب کردیم طرفدارای خامنه ای رو، چجوری شد قضیه؟ آقای بنی‌صدر در عالم سیاست میدونین میگن سیاست خیلی کارا توش میشود برای اینکه یه مقدار دورتر رو میبینه سیاست مدار و به اون نتیجه برسه، در عالم سیاست این فهرستا رو چجوری میشه ارزیابی کرد و در واقع از این طریق چگونگی ارتباط با مردم؟ ببینید یک فهرستی رو آقای هاشمی رفسنجانی ترتیب داد. خب میدونست که این افراد این فهرست و این جنایتکارهایی که شما اسپردید اینا طرفدار خامنه ای هستند، منتها اینا رو گذاشت تو لیست، چاره دیگه هم نداشت چون کسی دیگه هم نبود بذاره تو لیست. خب با این لیست در واقع میخواست رقبای اصلیش رو بزنه که این آقای مصباح یزدی بود که خیلی هم مطلوب آقای خامنه ای نیست، گرچه تعریف کرده ایشون، ولی من اطلاع دقیق دارم که خیلی خوشش نمیاد از اون. یکی هم این آقای محمد یزدی، برای اینکه اینا نشن اونا رو گذاشته تو لیست. این کلک به اصطلاح آقای هاشمی رفسنجانی، حیله ایشونه. آقای خامنه ای هم حیله متقابل زده، اون که استفاده کرده از همین حیله برای اینکه اون مجلس قبرگان دلخواه خودش رو و همینطور مجلس دلخواه خودش رو به دست بیاره. هر دو هم به نتیجه رسیدن، اون که سرش بی کلاه مونده مردم ایران هند، مثلا زیان به پای مردم ایران نوشته شده، ولی سود اصلی رو آقای خامنه‌ای یه باخت بزرگ کرده. اون این است که این انتخابات معلوم کرده مردم، طوری که توضیح دادن مردم ایران موافق ولایت مطلقه فقیه نیستن، ولی اون رأی به اون مجلس خبرگان هم عده‌ای رفته باشن داده باشن. یک بار کرده اون این که یک مجلس خبرگانی حالا میتونه بگه رأی مردم داره این مجلس معتبره، میتونه جانشین ایشون رو از قماش خود او معین بکنه. این به اصطلاح بازی دو طرف بوده، مردم ایران مثلا اونایی که تحریم کردن حالیشون بوده، ادهی هم از درون یک هشداری فرستادن که این یک مثلا به این ترتیب خواستن این مجلس خبرگان مقبولی رو درست کنن تا به دست او یک جانشینی برای آقای خمینی از خامنه ای از قماش خود او معین کنن. حواس جمع باشه آقای بنی‌صدر، دو دقیقه بیشتر. مردم ایران هشدار میدهم، حواستون جمع باشه، یکی از قماش ایشون دوباره بر شما سوار نکنن. خب ببینید دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه وقت داریم، پرسش مشخص برای جمع‌بندی عرض میکنم این است که آیا میشود اینجوری ارزیابی کرد نتیجه گرفت که مردم مجلس رو برای مجلس در واقع نمیرن بهش رأی بدن، مجلس رو به عنوان قانونگذار نگاه نمیکنن، نمایندگی نمیدن به کسی؟ در واقع کاری که انجام شد و شما الان توضیح دادید به این معناست که مردم به مجلس شورای اسلامی و انتخابات به طور کلی به عنوان وسیله در نفی حاکمیت مطلق ولایت فقیه نگاه میکنن فقط. همینطوره، یعنی این دفعه خیلی از این جهت شفاف بوده، مردم رفتن، اونایی که تحریم کردن که تحریم کردن، اونایی هم که رأی باطل دادن که باطل دادن، حدود 10% اونایی هم که رأی دادن
رأی دادن که معلوم باشه که جامعه ایرانی با این ولایت مطلقه و شخص آقای خامنه‌ای موافق نیست. این قطعیه. اما این که این مجلس کاری ازش برمیاد، مردم که دیگه بعد از چندین آزمایش که دیگه دوباره نمیخوان آزموده رو بیازماین که دیدن که از این مجلس ها کاری ساخته نیست. مگر این مجلسی که الان هست چی کم کرده گذاشته برای آقای روحانی؟ این برجام در 20 دقیقه سر و تنش به هم آورد، تصویب کرد، گفت برو عمل کن. اون بودجه هم که هیچی جز نفت توش نیست، یک بودجه عجیب غریبیه، اونم که تصویب کرد. چی میخواد بکنه این مجلس؟ همین مجلس انجام داد، مجلس بعدی هم همین کار خواهد کرد. بله، بسیار سپاسگزار آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر که از پاریس در خدمت شما بودیم. شبتون بخیر آقای بنی صدر در فرانسه. روز شما هم بخیر. من یه نکته رو عرض کنم خدمتتون که در این فرصت بسیار کوتاه که دوستان از در فیسبوک صفحه آخر نوشتن که یک جوار نمونه خدمتتون میخونم. نوشتن این همه مجلسی که آمده و رفته چقدر به وعده های پیشین خودش عمل کرده و چقدر علیه مردم یا برای مردم کار کرده، ارزیابی کنید. این مجلس هر چقدر هم بخواد فرمایشی بشه، آیا نقش خودشو در مسائل کلان کشور بازی میکنه یا ایشون نوشتن نقش خودشو در مسائل کلان بازی میکنه؟ یه بازبینی بکنید، این 38 سال مجلس پس از انقلاب رو ببینیم دقیقاً چه به دست آوردیم با این حماسه حضور. بله، بریم پرده آخر. حداقل شو من بگم، پیغمبر اسلام فرموده صحابه من بین کل صحابه کل انبیا به هیچ کس شبیه نیست غیر از موسی. در حدی که این حرف بخاری است، حرف بخاری است. اگر صحابه موسی به سوراخ ذب، ذب یعنی چی؟ سوسمار رفته باشن، صحابه من در همون امر چی تقلید خواهند کرد. یه جا جمله تندی فرمود، کلی بگم، اگر صحابه موسی مرتکب عمل شنیعی با محرمشون مادرشون مرتکب شده باشن، صحابه من هم اینجوری خواهند کرد. استغفر الله. شب و روزگار خوش.